راهکار اقتصادی، محاصره اقتصادی رو آغاز کردن که ما رو کمرمون رو بشکنن. ولی در محاصره اقتصادی موفق نشدن. چرا؟ امام فرمود مردم ما امت چی هستن؟ امت رمضان، امت عاشوران. به این دو دلیل عملیات دشمن دو کشور جمهوری اسلامی ناموفق بود. همه توانشون رو گرفتن که کمر نظام رو بشکنن. برای همین اینا وارد عملیات چی شدن؟ شناختی شدن. عملیات شناختی همین فضای مجازیه. چیکار میکنه فضای مجازی؟ دارید میبینید الان بدون اینکه دشمن هزینه بکنه به راحتی تو شبکه مجازی پیام میده. حزب اللهی ها و انقلابی ها و مسلمان ها و شیعیان امیرالمومنین بازوی اجرایی دشمن میشن. همین که ما شایعات را پخش میکنیم، شنیدی چی شده؟ اینجوری شده. ما فوروارد میکنیم خبری که نمیدونیم این خبر مورد تایید است یا نیست. حتی خبر فریبه داره میاد و ما این خبر فریب را انتقال میدیم. مثلا مثال میزنم برای شما، ما داشتیم کشف مهمات برای 25 سال پیشه تو مرز، مثلا کجا؟ مرز سراوان تو پاکستان یه محموله ای رو بچه های مثلا سپاه کشف کردن، این فیلمش ضبط شده، الان میذارن شبکه مجازی، میگن یک محموله مهمات، سلاح، تجهیزات وارد کشور شد. فیلم مال 20 سال پیشه، فیلم افغانستانشون میدن، میگن مال ایرانه. حتی کلیپ سازی میکنن. خب ببینید این عملیات شناختی را دشمن از کجا آغاز کرد عزیزان گل من؟ از صدر اسلام یهود استفاده کرد از این عملیات. از کجا؟ روزی که امیرالمومنین را روز عید قدیر به ولایت پیغمبر معرفی کرد و 120 هزار نفر جمعیت نشستن و دیدن و بیعت کردن. چی شد؟ 120 هزار نفر بیعت کردن. چی شد که ارتدن ناس بعدن نبی سلاس؟ چرا؟ چرا کودتا شد؟ چرا کودتا کردن؟ برای اینکه اومدن یه عملیات انجام دادن، گفتن علی جوونه، علی نمیتونه بشه رهبر جامعه. رهبر جامعه باید چی بشه؟ باید یه آدمی باشه که سال خورده باشه، تجربه دار باشه. یعنی اومدن گفتن آقا دموکراسی بهتره یا انتخابات؟ ها انتخاب بهتره یا انتصاب؟ همه میگن انتخاب بهتره. گفتن رأی بگیریم، آقا رأی میگیریم. رأی گرفتن، امیرالمومنین گذاشتن کنار. عملیات شناختی انجام دادن، تاکتیک جنگ نرم استفاده کردن، به راحتی امیرالمومنین رو حذف کردن تو روز روشن. از غفلت مردم استفاده شد، مردم را فریب دادن. شما حادثه کربلا رو بررسی کنید عزیزان گل من، ببین تو کربلا چه اتفاقی افتاد. پسر پیغمبر، نبی پیغمبر بعد از 50 سال میاد تو کربلا، میگن خارجیه. ایشون خروج کرده برن علیه امیرالمومنین، یعنی لقب خارجی به امام معصوم دادن. به راحتی تو کربلا صف مقابل نماز جماعت داشته 30 هزار نفر در مقابل 72 نفر. آقا ابا عبدالله میفرماین، حضرت زینب سلام الله علیها میفرماین داداش گفتی من کیم؟ گفت آره گفتم کیم. گفت چیکار کردن؟ گفت هم کردن، هلهله کردن، نذاشتن دشمن نذاشت بفهمن اونایی که آدم خوبی بودن تو لشکر یزید بفهمه که اینشون امام معصومه، اینشون فرزند پیغمبره. عملیات شناختی و روانی رو انجام دادن، کاری کردن امام معصوم را به عنوان خارجی معلم. قبل از انقلاب من جوان زمان شاهم، جوان هایی بولی که تو جلسه هستی آقا بسرا، قبل از انقلاب شاه برای که انقلابیون را سرکوب کنه چی میگفت بزرگترها؟ برای که
انقلاب رو شکست بده یه تهمت میزد به انقلابیون، میگفت اینا کمونیستن، یعنی افکار عمومی رو بر علیه نیروهای انقلابی چیکار میکرد؟ میشورو. ببینید نکته ظریف اینه که رو افکار عمومی کار میکردن. من چند روز پیش کردستان بودم عزیزان، یادواره شهدای بازیدراز، برادران عزیز اهل سنت و داعش رو درست میکنن. داعش دست پرورده کیه؟ دست پرورده یهوده. اسرائیلیا درستش کردن، همه ی هزینهشون اسرائیلیا تقدیم کردن. مجروحین داعش تو کشور اسرائیل درمان میشدن. شعارشون چیه؟ الله اکبر لا اله الا الله. بعد سر بعد زن شوهر رو میبره جلو سر جلو روی بچه خانومش، سر خانوم رو میبره جلو بچهش، زنده زنده داخل قفس میسوزونه. هزار و خورده ای نفر از دانشجوهای بچه شیعه عراقی رو رودخونه تیر خلاصی میزنه خالی میکنه تو در رودخونه، شکم زن رو پاره میکنه. ببینید کجای اسلام اینه؟ اصلا هیچ فرقه اسلامی تایید نمیکنه اینا. به اتفاق برای همین حضرت روح الله دست اینا رو خوند، میدونست که یه روزی میاد که اینا میان چکار میکنن؟ میان جنگ نیابتی و جنگ فرقه ای رو را میدازن. امام رحمت الله علیه برادر و خواهر رو قوغا کرده، 12 تا پیشگویی کرده، امام 2 تاش مونده. یکی از کارهای زیبای امام وحدت بین برادران اهل سنت و شیعه بوده. امام میدونست دشمن میاد، ما با برادران اهل سنتمون 99% مشترکات داریم عزیزان، 99%. بعد قرآن سوره بقره، آیه سوره بقره رو بریم مراجعه کنید ببینید چی میگه. آیه 120، با یهود و نصارا وارد مذاکره نشین، یهود و نصارا دشمن مان. میگه اینا از شما راضی نمیشن مگر به اینکه شما دست از خدایتون بردارید. آقا یهود دشمن ماست، دشمن مشترک ماست، برای همین تمام فتنه هایی که داره اتفاق میفته پشت سرش یهوده، این یهوده که داره عملیات میکنه. برای همین عزیزان گل من، در طول مدت 42 سال انقلاب اسلامی ببینید چه اتفاقاتی تو کشور جمهوری اسلامی افتاده که همش ترفند کار دشمنه، یعنی ما رو متهم به حقوق بشر میکنن، خودشون دقیق ترین نقض کننده حقوق بشر هم ولی ما رو متهم میکنن، خودشون سیاه‌پوستا رو به بدترین شکل به شهادت میرسونن، بعد میگن جمهوری. خودشون حقوق زن رو رعایت نمیکنن ولی ما رو متهم به عدم رعایت حقوق زن میکنن. این عملیات شناختی دیگه، خودشون بمب اتم دارن. ما اگر ما بیام دستاورد هسته ایمون رو عمل بکنیم به ما چی میگن؟ میگن شما دنبال بمب اتم هستید. میگیم آقا اسرائیل بمب اتم داره، شما خودت داری، شما که داری چی میگی؟ خب چرا آقای متکی، من یادم اومد آقای متکی اومد توی محل کار ما یه سخنرانی کرد، وزیر خارجه زمانه اون دولتی بود که متاسفانه دچار انحراف شد. آقای متکی گفتش که ما از سفیر انگلیس سوال کردیم که آقای سفیر انگلیس شما میگید نباید بمب اتم داشته باشیم، ما بمب اتم نمیخوایم، اصلا ما نیاز به بمب اتم نداریم. رهبر کشور ما گفت ما نیاز به بمب اتم نداریم. چرا مخالفت میکنید با ما؟ 1-2 شما تو فتنه 88 در سفارتخونتون رو باز کردید، مخالفین نظام، کسایی که آتیش میدادن خیابون رو دادید تو سفارتخونتون. ببین چی میگه، میگه اینو سفیر انگلیس داره میگه به وزیر خارجه نظام جمهوری اسلامی، میگه 1 ما به این نتیجه رسیدیم که نظام جمهوری اسلامی در حال سقوطه. ببینید گوش بده، نظامتون داره سقوط میکنه، ما در سفارتخونه رو باز کردیم. قابل توجه آدمایی که تو اون زمان اعلام آتش دادن تو جمهوری اسلامی، برن
توبه کنن از عمل خودشون که آب تو آسیاب دشمن ریختن. کاری به اون ندارم، بر میگردیم، گذشت، انشالله پشیمانن و دیگه از این کارا نمی کنن. برگردیم راجع به بند دوم. سفیر انگلیس میگه آقایون، اگر ما آقای وزیر خارجه ما مخالفت میکنیم با شما، دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که اگر شما به انرژی اصلی دسترسی پیدا کنید، شما چی میشید؟ شما قدرت منطقه میشید، شما الگو میشید. چرا؟ چون انرژی هسته‌ای 400 تا یافته داره، یه دونش بمب اتمه. ما میدونیم شما بمب اتم نمیخواد بسازید. ببین میدونه، داره میدونه، ولی داره عملیات روانی میکنه، داره به دنیا میگه اینا دنبال بمب اتم هم، داره عملیات شناختی انجام میده، داره افکار عمومی رو تغییر تحت تاثیر قرار میده. شرایط ما در انقلاب اسلامی همینه عزیزان. دشمن تو جنگ 8 ساله شکست خورد از ما، 54 کشور. دشمن تو جریان داعش شکست خورد از جمهوری اسلامی، 120 کشور. کتاب خانم رایسا بخونید شما. برید، من حرف خانم رایسا میزنم، بدون سند حرف نمیزنم. خانم رایس میگه بچه های شیعه، ما برای اینکه داعش را بندازیم 120 کشور همراه خودمون کردیم. 120 کشور نیروهاشو از کشورهای اسلامی گرفتیم، بودجه رو کشورهای عربی دادن، تکنولوژی رو ما بهشون دادیم، سلاح و اطلاعات هم ما در اختیارشون گذاشتیم. رفیق من تو سوریه برای نیروی خودم هم بود، از فرمانده محورا بوده، من توفیق نداشتم متاسفانه که پامو بذارم تو سوریه، چون نذاشتن ما بریم، نمیتونستیم بریم به دلایل امنیتی. ایشون میگه ماشین ما رو با موشکی زدن که تا به حال موشک رو ندیده بودیم. ماشین از وسط تقسیم بر دو شد، جدیدترین موشک ها در اختیارشون قرار دادن. عزیزان جمله آقا گفته که بایدن گفته جدیدن، خیلی عجیبه. آقا تو این کشور 42 سال گفت مردم مسئولین مملکت، مقاومت هزینش کمتر از چیه؟ سازشه. اینا آقا گفته، ولی شما سخنرانی بایدن رو ببینید. بایدن جدیدن به مردم اوکراین آجا گفته مردم اوکراین مقاومت کنید، مقاومت هزینش کمتر از سازشه. اینا بایدن به مردم اوکراین گفته. خاک بر سر اون مسئولی تو جمهوری اسلامی که اینو نمیفهمه و نفهمید. آخه بیا، من از خودتون هستم، من توی محله زندگی میکنم، خونم هم مال بابامه، از سپاه هم خونه نگرفتم. دقت کردی؟ یعنی اگه حرفی میزنم با خودتونه، ما با مردمی، ما حق رو میدیم به مردمی که مظلومن تو جمهوری اسلامی و حقشون ضایع شده و 42 سال پشت این انقلاب وایسادن. باری کلا امام راجب شما چی میگه؟ راجب مسئولی که اصلا امام حرفی نمیزنه، شما تو سخنرانی آقا بین اصلا از مسئولی تعریف نکرده، چون هر جا خیانت بوده مسئول خیانت کرده، مردم خیانت نکردن. باری کلا به این مردم، باری کلا. برای همین خیلی از حزب‌اللهی ها میگن که مسئولی بخواستن تا حالا چند بار نظام جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، مردم نذاشتن. دقیقاً درسته. امام چی میگه عزیزان؟ امام میفرماین امت ما و مردم ما از مردم امت پیغمبر بهترن، از امت امام علی بهترن، از امت امام حسن بهترن، از امت امام حسین هم بهترن. باریکلا 40 سال 42 سال پای کار انقلاب وایسادیم. آخرین حربه دشمن برای اینکه دید آقا حاج قاسم با 7 کشور، ما از 7 کشور 7 تیپ درست کردیم تو سوریه، رفتم در مقابل 120 کشور وایستادن. خدا شاهد من نظامی هم، من پاسدار 40 ساله تو جنگ بودم، همه چی رو دیدم. وقتی حاج قاسم گفت 3 ماه دیگه حکومت خودخوانده داعش شکست خواهد خورد، حاج آقا جوون ما، من ترسیدم. حاج قاسم این حرف زد، گفتم حاج قاسم به چه جرأتی حرف داره میزنه؟ ولی حاج قاسم بسته و بست بود. باری کلا شهید نمونه سید و شهدای جمهوری اسلامی. حالا میگم چرا حاج قاسم این حرف رو زد. برادر من، عزیز دل من،
جوونی که نشسته اینجا چرا حاج قاسم این حرفا زد؟ من میخوام از محمد الانزی از رهبران کشور مصر براتون بگم. ببینید چی میگه محمد الانزی، چی میگه محمد الانزی؟ میگه که ما در کشور سوریه افراط کردیم و اشتباه کردیم، بهترین جوونا رو فرستادیم ولی ما خطا کردیم اونجا. چی میگه ایشون؟ میگه به نظر من، میگه به نظر من شیعه در کشور سوریه افراد نکرد. درست داره میگه، بررسی تحقیق کرده. حاج قاسم میره تو خونه یک برادر اهل سنت، میشینه تو اون خونه، براش نامه مینویسه، میگه چی؟ میگه ما تو منزل شما، از منزل شما استفاده کردیم، راضی باش، شماره تلفن من اینه. ببینید این حاج قاسمه که میره تو کجا؟ تو خونه مردم، افرادی که رفتن تو سوریه تعدی نکردن به ناموس کسی، سر کسی رو نبریدن، جون خانومش، شکم کسی رو پاره نکردن. اینا کردن به اسم اسلام و اینا میخواستن مسلمان ها رو خراب کنن. دیدن آقا موج اسلام‌خواری رفته تو اروپا. عزیزان اروپا می‌بینی چه اتفاقی داره میفته؟ آمار گرفتن تو اروپا نام پیغمبر ما محمد ثبت احوال اروپا گزارش داره میده نام پیغمبر ما جزو ردیف اول اسامی اروپاست. خانومای اروپایی شدیداً به اسلام گرایش پیدا کردن، دارن مسلمون میشن. ظرف 10 سال آینده تو کشور فرانسه برابری مسلمون با مسیحی داره اتفاق میفته. احساس خطر کردن، برای همین 120 کشور نشستن، اومدن داعش را درست کردن، تولید کردن. داعشی ها مسلمان نیستن، تابلو مسلمان دارن، جنگ شناختی که مردم فکر کنن اینا مسلمانن. ای مسلمونه شکم پاره میکنه، مسلمونه سر میبره، مسلمونه آتیش میده، این اسلامه؟ برای همین آقای محمد الانزی میگه به نظر من، گوش بده بچه شیره، ببین چی داره میگه این عالم، عالم عزیز اهل سنت در مصر به نتیجه رسیده. میگه به نظر من شیعه از علی و حسین قدرت میگیرد. گوش بده، ما باید بریم پشت سر شیعه قرار بگیریم و با شیعه جهان را بگیریم، با شیعه جهان را بگیریم. این حرفای مسیحی زده، گفته اگر ما حسین را داشتیم با حسین جهان را میگرفتیم. چرا نمیگیره آن مسلمونا؟ ما امام حسین داریم، یعنی بهترین الگو برای ارائه کردن به جهان حسین. گاندی از حسین ما استفاده میکنه و انقلاب میکنه. برای همین عزیزان دل من، انقلاب به یه مرحله رسیده، یک دولتی اومده رو کار که این دولت اومده داره کار میکنه، متوجه شده اشکالا کجاست. قبلی ها نکردن، خطا کردن، ترسیدن، آبرو نذاشتن، باید آبرو میذاشتن. این دولت اومده آبرو گذاشته. یعنی چی؟ آقا هر جا که عرض دولتی هست پشت سرش رانتخارا هستن. چند درصد تو جمهوری اسلامی دارن رانت میخورن کنار این عرضا؟ پولا رو گرفتن، دلارا رو بردن، نه جنس آوردن، نه جنس وارد کردن، بلکه همون دلارا رو بردن تبدیل کردن و دزدیدن. یه آدمی اومده سالم، دقت کردی؟ باید همه کمکش کنیم، همه. هر کسی که میگه من با شهیدم، اصلاح طلب، اصولگراست، انقلابیه، حزب‌اللهیه، بسیجیه، هر کی هست، هر کی هست، باید چیکار کنه؟ باید کمک کنه، همه باید کمک کنن. آقا الان شرایط جهانی میدونی چه خبر شده؟ جنگ اوکراین که روسیه آغاز کرده، مرکز تولید گندم و غلات کجاست؟ روسیه و اوکراین.
قیمت کالاهایی مثل گندم و کالاهای اساسی در اروپا میگن جاهایی تا 300 برابر شده. یعنی الان مشکل جهان مشکل گندم و برنج و چیه؟ ذرت و جوه. پس یه بُعد کار مشکل جهانیه. مشکل بعدی، آقا بررسی کردن کشورهای همسایه ما 150 میلیون نفر دارن از یارانه ما استفاده میکنن. چجوری؟ شما برید سر مرز کردستان ببینید گونی آرد شما چند میاد تو کشور عراق. پاشید برید ببینید. ببینید از پاکستان آرد ما میره پاکستان چه اتفاقی میفته؟ میره افغانستان. یعنی داره جنس کالای ارزان ما داره میره تو کشور همسایه، کشور همسایه یارانه استفاده میکنن از دولت جمهوری اسلامی. چیکار با دولت؟ دولت باید جراحی کنه، نباز بذاره این اتفاق بیفته، باز مردم هم کمکش کنن. آقا ظرف 9 ماه که نمیشه معجزه کنی. ببین چه اتفاقی تو این کشور افتاده. ظرف 8 سال گذشته حداقل همه میتونیم چه اتفاقاتی افتاده. نمیگیم اصلا سیاه‌نمایی نمی‌کنیم که هر کاری که دولت قبلی کرده بد بوده، یه سری کارا هم کرده خوب بوده، ولی یه سری کارایی کرده که فاجعه به بار آورده. شما خانواده 5 نفره خودتون رو ببینید می‌تونید اداره کنید بدون نقص؟ نه. برای همین باید تو این شرایط کمک بشه به این دولت که دولت بتونه کار کنه. عزیزان دل من، امام صادق علیه السلام از خادمش سوال کرد که شنیدم تو جا فرق بین شیعه و شیعه و یهودی ها، فرق بین مسلمان و یهودی چیه؟ تو چیه؟ ببینید چقدر ظریف امام صادق علیه السلام چی داره میگه. تو کشورهای اروپایی اگر مقداری گندم آرد برنج کم بشه حمله میکنن به مراکز اقتصادی، غارت میکنن. ببین امام ما برای ما چه توصیه میکنه. امام فرمودن، آقا امام مصطفی علیه السلام فرمودن که چه خبر تو بازار؟ گفته آقا جنس کمبود شده، مردم با صف غذا نون میگیرن، مردم تو صف ما میستن سهمیه برنج میگیرن. آقا فرمود تو منزل ما چه بذاری؟ تا 6 ماه دیگه تموم میشه، روغن مونده باز بخوری. قبل از انقلاب تو خونهشون هیچکی نه گوشت داشت نه برنج داشت. من کاسب محلم، طرف میومد میگفت 200 گرم برنج بده. همین ما خودمون بعضی وقتا عامل چی هستیم؟ عامل گرونی هستیم. اگر بخوان کمک کنیم که دولت جمهوری اسلامی با خدماتی که داده تا الان قوغا کرده، من آوردم نمونه های کاری که این دولت انجام داده و شما نمیدونید. ایشون داره یه بخشی از کارش کار زیرساختی داره انجام میده. ببینید ایشون تو بحث کرونا، من نمیخوام دفاع از آقای رئیسی بکنم ما تو بالای منبر با لباس سپاه، اصلا من میخوام بگم که اول خدمات افراد را ببینید. یه دولت را فقط با یه دونه نون نبینید، در صورتی که ایشون داره اصلاح ساختار میکنه، دارن میبرن، آقا داره دزدی میشه، یارانه مملکت داره میره کشورهای بیگانه، آردمون داره میره، یارانه ها رو دارن یه گروه اختلاسگر دزد حرامزاده میخورن. چرا بخورن؟ باید شما بخوریم، باید ما بخوریم، باید اجازه بدیم این دولتی که سالمه، میدونیم این دولت سالمه، حالا چرا دارن بر علیهش میزنن؟ امام یه نظریه داره عزیزان، میگه اگر دیدی دشمن داره میزنه یک لاب، بدونید که این آدم آدم خوبیه. شما شبکه های معاند رو ببینید، تمام شبکه های معاند و تمام ضد انقلاب داخلی همه دارن میزنن دولت ها، همه دارن میزنن. پس بدونید این دولت حق، پس باید ازش دفاع کرد. ما نباز عامل دست دشمن بشیم. من اگر میخوام وقت بذارم باز بخونم اقداماتی که دولت کرده چه اقدامات خوبی اتفاق افتاده. چیزی حدود 54 هزار میلیارد بدهی دولت‌های قبلیه، بدهکار کردن به بانک مرکزی، احمدی نژاد، خاتمی و آیه روحانی، هر سه تاشون با هم دیگه از ذخایر مملکت برداشتن پول رو بر باد دادن انهای مختلف. این بدبخت سید اولاد پیغمبر باید بیاد جور و بیاره بکشه.
البته ایشون بدبخت نیست، ایشون خوشبخته، ایشون یه آدم شجاعیه. این شهدا بلند شدن رفتن تو سوریه برای چی جنگیدن؟ یادتون میاد زمانی که بچه ها رفتن میگفتن برای دلار میرن، برای پول میرن، تهمت میزدن، اصلا میگفتن رهبر برای چی داره میفرسته اونجا؟ اخمی ها اون زمانی که آقا تصمیم گرفت که بفرسته سوریه اینا را، همه مخالف بودن، حتی دولت جمهوری اسلامی، حتی دولت احمدی نژاد، حتی دولت حسن روحانی مخالف اعزام اینا بود، ولی رهبر داعش بعد از شکست اعلام کرد و قبل از شکست اعلام کرد چی؟ زمانی که اومدن تو عراق، رسیدن سر مرز عراق و ایران، رهبر داعش فکر کرد کار تموم شده، اعلام موضع کرد، گفت چی؟ گفت آقایون ما هدفمون سوریه و عراق نیست. گفت چیه؟ باری کرده شیر مادره تنان باشید آقا به سر گفت. رهبر داعش گفت هدف ما ایرانه. یعنی اگر رهبر حاج قاسم رو اعزام نمی کرد الان باید تو اینجا می جنگیدی، تو خونه. رحمت الله علیه بر حضرت حمزه سید الشهدا، پیغمبر با حضرت حمزه مشورت کرد به همه سران نظامی چیکار کنیم در مقابل کفار بجنگیم. حمزه سید الشهدا گفت ما باید از شهر بریم بیرون، تو خونه نباید بجنگیم، تاکتیک نظامی این نیست تو شهر بجنگیم، این غلطه، بریم بیرون بجنگیم. پیشنهاد حضرت حمزه است، برید تاریخو بخونید. رهبر این مملکت تشخیص درست داد به همه مسئولین غلط کردن، غلط فهمیدن. آقا گفت برید سوریه بجنگید، آقا ما رو نجات داد و هممون مدیون آقا هستیم، هممون. ببینید تشخیص خواب عزیزان چی میشه. داعش میاد با شعاری میارن اینا رو بر علیه نظام. آقای محمد العزی میگه چی؟ میگه باید بریم پشت سر برادران شیعه خودمون و دنیا رو بگیریم، دشمن داره عملیات روانی میکنه، مواظب باشیم با همه وجودمون، گول نخوریم، داریم آزمایش میشیم مردم، آخر کاره، داریم یه آزمایشی میشیم برای امام زمان. کیا سرباز امام زمانن؟ ما سرباز شکمیم، ما انقلاب کردیم شکممون هرچه. نه الحمدلله تو خونه هر کی بری میبینی روزی پره، همه دارن. من بچه بالاشهر تهرونم، زمان شاه دقیقا که تو محل ما یادونه دو چرخه نداشتیم ایش کدومون. شیعیان امیرالمومنین میرفتن در زمان حکومت شاه تو صف با میسدن و بهایی ها بهشون کمک میکردن. چرا؟ چون از 12 تا عضو هیئت دولت زمان شاه 10 تاش بهایی بود، 10 تاش بهایی بودن. الان هیئت دولت ما شیعه امیرالمومنین. رهبر این مملکت فرزند از زهرا سلام الله علیها. دشمن به مرحله نهایی رسیده عزیزان، شکست داعش نابود کرد آمریکا را و اذنابشون را، و جنگی که اتفاق افتاده ما راضی نیستیم، ولی اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. خدا امیرالمومنین تو دعاش میگه خدایا دشمنای ما را خار کن، بین دشمنای ما اختلاف بنداز. این دعا رو بکنید همیشه، خدایا بین دشمنای ما اختلاف بنداز، خدایا مرزدارای ما رو حفاظت کن، اینا حالا بینشون اختلاف ایجاد بشه نتونن بیان مکهشون رو تو کشور ما عمل کنن، و مردم خوب ما، مردم عزیز ما که امام فرمود بهترین امتن، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، انشاءالله مردم از این مرحله عبور میکنن، تو آزمایش آخر نجات پیدا کنیم، نکنه خدا رو نکرده رد بشیم. آقا مراقب حرف زدنت باش عزیز من. آقا فرمودن جهاد تبیین یعنی که تک تک ما باز بریم هر نفری یکی رو توجیه کنیم. ما انتقاد داریم به دولت، باید هم انتقاد کنیم، ولی مراقب باشید کاری نکنیم که اونایی که بودن تو فتنه 88 ریختن تو خیابون. آقا چی گفت؟ گفت آی آقای امیر حسین اعلام موضع کن، آقای کروبی اعلام موضع کن، بگو ما با شما نیستیم تو خیابونا، نماز بیان تو خیابون. این حرف رو نزدن،
و تو تهران و شهرستان ها 31 نفر کشته، 76 میلیارد خسارت از جیب مردم. فردا بگن آقا مرغ نیست، مرغ شده مثلا گرون، میریزیم تو خیابون، میریزیم تو خیابون آتیش میزنی، یعنی از جیب خودت آتیش زدی، از جیب خودتون زدی، مالیات خودتونه، بری آتیش بزنید. یعنی باید مراقب باشیم با اون که دشمنه، با اون که دشمن نیست تشخیص بدیم، با اونا که دشمن نیستن بگیم نرید بیرون ها، نکنی این کارا. تو محله ما دانشگاه آزاد جلسه گذاشت، اومد ریخ محله رو به هم، اهالی محل تصمیم گرفتن تظاهرات کنن، گفتم نرید نرید، یکی پیدا میشه ماشین آتیش میزنه به حساب شماست. اعتراض اینجوری نمیکنن که پنجاله بعد دانشگاه تو داخل دانشگاه میشه رئیس دانشگاه، تو خیابون تظاهرات رو ننداز. ما دیگه باید بدونیم دشمن بین ماست. من تو شیراز رفتم اخبیا، تو شیراز تو همین فتنه 96 آقای رئیس جمهوری که لایق نیست اسمشو ببریم، که به همه مردم ایران توهین کرد، من خواب بودم صبح بلند شدم دیدم بنزین گرون شد. این رئیس جمهور نالایق تو شهر شیراز بچه های سپاه، من رفتم برای یادواره شهدا، گفت آجا با ما کسانی رو دستگیر کردیم اینجا که کوله پشتی داشتن تو اختشاش، با دستگاه برش تمام ستونهای ناجا رو که دوربین روش وز کردن همه رو میبریدن، بانکار تمام این درهای بانک رو میبریدن، پنجره ها رو یه بوم میداختن داخل بانک، بانک رو منفجر میکردن، فرار میکردن. اینا عوامل دشمن هم تو بین ما. آقا اسرائیل دانشکده شیعه شناسی زده، داره تربیت میکنه با زبان فارسی، داره میفرسته تو ما، داخل روحانیت، داخل پاسدارا، داخل بسیجیا، داخل مردم ما نفوذی وجود داره. مراقب باشید اخبی یا نفوذ، از نفوذی ها بترسید، با همه وجودمون باز مراقب انقلابمون باشیم. کار رسیده به آخر کار، دشمن دیده واسه نمیسته کشور نمیتونه کاری کنه، چیکار باید بکنه؟ داره دست و پا میزنه، آمریکا در حال افوله. انشالله ما پیروزی مردم یمن رو میبینیم، پیشگویی آقاست، آقا حرف اشتباه نمیزنه، نظام عربستان سقوط میکنه، ما اسرائیل رو میگیریم انشالله، راه قدس از کربلا میگذرد. ببین الان اسرائیل، اسرائیلی که میگو از نیل تا فرات برادرها رفته تو دیوار 10 متری، از دیوار نمیتونه بیاد بیرون دور خودش. اسرائیل جدیدن نیروهای مبارز فلسطینی دسترسی به سلاح پیدا کردن، داره سلاح بهشون میرسه، در درون خونهشون امنیت ندارن. شما نقطه صفر مرزی لبنان رو ببینید عزیزان، ببینید عکس آقا امام، هر روز صبح سربازهای اسرائیل سلام فرمانده، یعنی باید با آقا امام سلام بدن سربازهای اسرائیلی، کارشون تمومه. یعنی باید مقاومت کرد، باید مراقب باشید، به خاطر روغن و برنج و اینجور چیزا بده، شأن شیعه نیست، شأن اصلا یه مسلمان نیست، همش درسته، باید باشه، ولی نمیبینیم. قطعا خدا ما رو کمک میکنه، ما مقابل دشمنای اسلام وایستادیم، ما 42 سال مقاومت کردیم، خون دل خوردیم، نذاریم مستکبرا بر مستضعفین حاکم باشن. این لحظات آخر آزمایش ماست که پیروزی نزدیکه. قطعا میخوام یه خاطره بگم، جلسه رو تحویل بدم. عزیزان گلم، با آقا رفتیم منزل شهید، گوش بده دوتا با